مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش فصل دوم برنامه عظیم و بین المللی استعدادیابی شیعه و را از طریق شبکه سوم خود ادامه میدهد در همین راستا قاسم فهد مدیر دفتر مرکزی اروپای مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تیه اظهاراتی گفت مسابقه بین المللی استعدادیابی شیعه وشت که اولین مسابقه حسینی در سطح جهان است در لندن ادامه دارد و رقابت کنندگان در مرحله حساس در حال رقابت با یکدیگر هستند وی در ادامه افزود در این مرحله نه مسابقه دهنده در حال رقابت با یکدیگر هستند این مرحله از مسابقه از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است و در مورد هدف برگزاری مسابقه گفت هدف اصلی از برگزاری این مسابقه تشویق جوانان شیعه در کشورهای غربی به خدمت کردن به اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلام با هنجره و صدای زیبایشان است قاسم فهد همچنین گفت در مجموع در این دوره 72 دو دو شرکت کننده حضور داشتند که در برابر کمیته داوران با یکدیگر به رقابت پرداختند گفتنی است کمیته داوران شامل مداهان و خادمان سرشناس اهل بیت علیهم از جمله نزار قطری، ملا علی فاضل، ملا راشد حیدر، دکتر سید امار نخجوانی، سید معصوم عباس نقوی و سید جلال معصومی هستند. لازم به ذکر است در مراسمی که روز شنبه 13 اسفند 1401 در شهر لندن برگزار شد از همه افرادی که به نوعی در تولید این مسابقه بزرگ شیعه سهیم بودند تقدیر به عمل آمده بود. شاهن ذکر است شبکه امام حسین علیه السلام سه به زبان انگلیسی را میتوان از طریق ماهواره اسکای و همچنین پلتفرم های اینترنتی مثل اپل تیوی، روکو، آمازون فایر و اپلیکیشن های آی او اس و اندروید موبایلی و همچنین وبسایت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام مشاهده نمود.